سپاس بیکران به شما شنونده بسیار گرامی در هر جای جهان پهناور که صدای ما را از رادیو ایران هیوستن تگزاس stwkrit.com یا krit.co و همچنین رادیو سرباز.com میشنوید. ساعت 12:30 به گاه هیوستن تگزاس، 7 شامگاه اروپای مرکزی و 10 بامداد غرب آمریکا، امروز 5 اسفند ماه 2574 شاهنشاهی کوروشی هخامنشی برابر با 24 فوریه 2016 میلادی، برنامه با استاد مهدی شمشیری، تاریخ مستند 200 ساله اخیر ایران. با درود به شما استاد، بفرمایید. با درودهای فراوان به تمام شنوندگان گرامی و عزیز رادیو ایران در هستون تگزاس و همچنین رادیو سرباز در سوئد و همچنین این درود به تمام کسانی که در سر تا سر ایران و جهان این گفتار را از اینترنت گوش میدهند و همچنین به کسانی که بعدن از نوارهای من استفاده می کنند و همه درود می فرستم، به ویژه به آنان که همواره و در هر حال خود را ایرانی می دانند و به ایرانی بودن خود افتخار می کنند. دوستان گرامی، امروز به شما قول داده بودم که پاسخی به نوشتار جناب آقای دکتر هوشنگ گیلک که در شماره 80 رمضان سال 1394 سال 20 در مجله محترم میراث ایران چاپ شده است. جریان اینه که آقای دکتر رضاییان که عرض کردم مثل این که رئیس یک مرکز ارتوپدی در کالیفرنیا، حالا کدوم شهرش و اینا رو آگاه نیستم، تشریف دارند، ایشون مقاله ای نوشتند در شماره پاییز 1394 همون میراث ایران. آقای دکتر رضاییان نوشتند محمد مصدق قهرمان ملی ما ایرانیان نیست. آقای دکتر هوشنگ گیلک جواب ایشون دادند که عرض کردم در شماره زمستان همون مجله هست. حالا بعد نیست بخونید ببینید در این مجله حتی یک جمله در مورد این که این مصدق قهرمان ملی ما ایرانیان هست چیزی نیست. یک انشاهایی نوشتند که ارتباطی با موضوع نداره، ارتباطی با قهرمان بودن مصدق نداره.
اصلا دوستان گرامی، آقای محمد مصدق در یک برج عظیمی، برج بزرگی از انشا زندگی می کنند. یعنی یکی از دلایلی که ایشون محبوب شدند اینه که با رضا شاه پهلوی، رضا شاه بزرگ دشمن بودند، با محمد رضا شاه پهلوی دشمن بودند و چپگرایان ایران به ایشون علاقمند شدند و شروع کردند به تعریف از ایشان. حالا کار نداریم از نظر بی بی سی و اینها که بی بی سی اومده بزرگان ایران زمین منتشر کرده گفته ما رأی گرفتیم، حالا اینها بزرگان ایران زمینن. کی؟ زردشت قبوله، فردوسی قبوله، حافظ قبوله، کوروش قبوله، ابو علی سینا قبوله. ولی دوستان عزیز بیای وجدانن فکر کنید آیا مصدق همشأن اینهاست؟ همشأن زردشت، کوروش، دیگران؟ خب وقتی بی بی سی اینجور تبلیغ بکنه و چپگرایان و مجاهد تمام چپگرایان تبلیغ بکنن، تبلیغم همش روی انشاءه که این شخص آدم خوبی بود، آزادی خواه بود، وطن پرست بود، قانونمند بود، چی بود چی بود، در حالی که هیچ کدوم از اینها نبوده. وقتی که بنده عرض خدمتتون میکنم سند میارم. دوستان گرامی، میخوام امروز شروع کنم و عرض کنم خدمتتون هیچ کس در صد سر تا سر ایران و شاید جهان به اندازه مصدق قانون شکن نبوده و حق دیگران ضایع نکرده. خب حالا از من دلیل میخواهید؟ دوستان گرامی، آقای محمد مصدق به طوری که میدانید در 17 سالگی شدند مستوفی خراسان. این مستوفی خراسان شما فکر نکنید به همین سادگی انجام شد و یک پست خالی اونجا بود، آمدند روی این پست خالی آقای مصدق پست کردند. خیر، افراد 50-60 ساله، 30-40 ساله، کوچکتر بزرگتر، سالها در دیوان استیفای ایران زحمت کشیدند، کار کردند، انتظار کشیدند که این جای مستوفیان استانها، مستوفیان ایالات خالی بشه، خب بیاین اونجا. خب در این وقت یه نفر بوده بعد از سالها به اسم میرزا کریم خان بنان الدوله. این بدبخت آمدن ناگهانی بیرونش کردند، آقای مصدق گذاشتند ناگهان مستوفی خراسان. خب این آقای مستوفی خراسان البته اداره میکنه، چون مستوفیان سابقه داری که حاضرن پول بگیرن به جای آدم کار کنن، خب هستن، پول میگیرن کار میکنن. ولی آقای مصدق در 17 سالگی، البته چندین سال هم اونجا کارآموزی کرده، حرف نیست، ولی این شخص حق بنان و دولر تضییع کرده. بعد اومده بنان و دولر رفته شکایت کرده و چی کرده و چی کرده، بالاخره یه شغلی گویا در استان کرمان بهش دادند. ببینید حالا من شروع کار ایشونه از کتاب تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجار
عبدالله مصطفی جلد دوم صفحه 322 براتون میخونم. در اون وقتی که آقای فرمان فرما شده در همه کاره تهران بوده، همه کاره ایران بوده، اوائل مظفرالدین شاه، اوائل سلطنت مظفرالدین شاه آمده فعالیت کرده، فرمان فرما دایی مصدق و خانم شاهزاده نجم السلطنه مادر مصدق برخلاف روش از ابتدای قاجار تا اون زمان یک جوان 17 ساله‌ای رو گذاشتن مصطفی خراسان. حالا من از این صفحه 322 براتون میخونم. میگه بله ببخشید من چون از روی کتاب میخونم از این جهت یه خواهده باید شما رو معطل بکنم. میگه بعد از صدر اعظم امین السلطنه که برکنارش کردند، طبعا کار خراسان را هم به میز کریم خان بنان‌الدوله پسر میرزا فضل‌الله خان باقی نمیگذاشتند. فرمان فرما که در انداختن امین السلطان سعی کرده بود و سایرین میل و اراده او را رعایت می کردند، این کار را، یعنی کار مصطفیگری خراسان را، به خواهرزاده خود جناب آقای دکتر محمد مصدق پسر میرزا هدایت الله وزیر دفتر که در این وقت جوان 16-17 ساله بیش نبودند دادند. خیلی خوب، آیا این حق دیگران ضایع نشده؟ آیا این قانونی بوده؟ مصدقم که عقلش میرسیده، 17 سالش بوده. خب حرفی نیست، اما تنها فرمان فرما که دایش بود و همه کار بود در این کار دست نداشته. دست داشتن اصلی کسی دیگری هم بوده، یا کسی دیگری بوده یا کسی دیگری هم بوده. براتون اول یک مختصر در مورد دو نفر، یک نفر از این دو نفر آقای میرزا فضل الله وکیل الملک است. این میرزا فضل الله وکیل الملک شوهر مادر آقای محمد مصدق، این میرزا فضل الله وکیل الملک رئیس دفتر خصوصی آقای مظفرالدین شاه، بعد وزیر خلوت مظفرالدین شاه. وزیر خلوت در زمان مظفرالدین شاه و محمد علی شاه که در دربار انواع کسافتکاری ها انجام می دادند، مظفرالدین شاه یه تعدادی می دونید جوان داشته که خب بالاخره با هم جلوی هم ارتباط داشتن، اینها تاریخ نوشته وقتی که چیز بوده، ولی عهد بوده. خب دوستان گرامی، حالا انواع کسافتکاری ها رو داشتن مظفرالدین شاه و محمد علی شاه. اون وزیر خصوصی، حالا اسمش شاید وزیر خصوصی نبود، وزیر خلوت، ببخشید، وزیر خلوت محمد علی مظفرالدین شاه میرزا فضل الله بوده. اون وزیر خلوت محمد علی شاه هم پسر او بوده،
حشمت و دوله والا تبار. این دوتا محرمانه ترین کارهای مظفرالدین شاه و محمد علی شاه انجام میدادند و این کارهای محرمانه انواع کارهای بسیار محرمانه خصوصی هم بوده. خب همسر این میرزا فضل الله خانم نجم السلطنه بوده، اما خانم نجم السلطنه تنها خانم میرزا فضل الله نبوده. اجازه بدید من از کتاب الان در دست منه، کتاب خاطرات کلونل کاساکوفسکی. این کلونل کاساکوفسکی فرمانده قزاق‌ها در زمان مظفرالدین شاه بوده، فرمانده کل قزاق‌ها، یعنی تمام افسران قزاق روسی ها تحت فرمان او بودن. این دیگه غرض خصوصی با افراد نداشت. این شخص در این کتابی که عرض کردم، خاطرات کلونل کاساکوفسکی که گفتم الان دست من هست، دوستان گرامی میخوام بگم ترجمه عباس قلی جلی، چاپ اول 1344، در چاپخانه کاویان. حالا ببینید این شخص چی نوشته در صفحه 177 کتاب. میگه امان الله میرزا، یکی از شاهزادگان قاجار بوده، درباره خواهر دویم فرمان فرما چنین حکایت کرد. میدونید خواهر دویم فرما فرما یعنی زن همین میرزا فضل الله وکیل الملک خانم نجم السلطنه بوده و هر دوتا در دربار همه کاره بودن. حالا ببینید اون شخص وزیر مخصوص بوده، رئیس خصوصی دفتر بوده، همه کاره. ببینید این چی میگه. میگه در صفحه 177 و 178 میگه خواهر دویومی فرمان فرما، یعنی خواهر حضرت اولیا تصریح میکنه، خواهر حضرت اولیا، حضرت اولیا خواهر اوله که زن مظفرالدین شاهه، خواهر حضرت اولیا با این که 30 سال بیش ندارد 3 بار شوهر کرده و شوهر سوم او وکیل الملک است، همین وکیل الملک که عرض کردم در پایین صفحه زیرنویس نوشته این وکیل الملک برادر نظام الدوله حکمران شیراز است. پس برادر وکیل الملک هم استاندار شیراز بوده که سابقا سفیر ایران در پترزبورگ بود. برادر دیگر او علاء الملک سفیر ایران در استانبول می باشد که وی هم سابقا سفیر پترزبورگ بوده است. خیلی خوب، حالا برمیگردم به متن کتاب. شوهر سوم او وکیل الملک است که فعلا منشی حضور مظفرالدین شاه می باشد. همه کار محرمانه. خود شاه سخت خاطرخواه اوست، خاطرخواه خواهر دویومی فرمان فرما. شاه سخت خاطرخواه اوست و با وی به سر می برد. زنیست بی اندازه تسلط طلب، از این جهت هیچ تعجبی ندارد که شاه بی اراده و 100% زیر فرمان او قرار گرفته باشد. این است که در حال حاضر
زن وکیل الملک دایر مدار کشور ایران است. ببینید دوستان، یعنی اداره کننده کشور ایران در حال حاضر زن وکیل الملک، خواهر دوم فرمان فرما، خانم والده آقای مصدق است. جمله بعدی رو گوش بدید. کلیه دست خطها، همه تقاضاها، تمام انتصابات کلمش گوش کنید، تمام انتصابات، خلاصه هرچه بخواهد نکول در آن راه ندارد، هرچه بخواهد نکول در آن راه ندارد. به نشانه شاه، ببخشید، به نشانه علاقه ملوکانه، شاه کلیه طیول، املاک و دهاتی را که در زمان ناصرالدین شاه تعلق به عزیز السلطان عزیز کرده ناصرالدین شاه داشت به این خانم واگذار نموده است. یعنی آن همه ثروت ملیجه که ناصرالدین شاه رسیده به سرکار نجم السلطنه، که بعد از خانم نجم السلطنه هم سهم عمدش به آقای مصدق رسیده، یعنی قسمتی از املاک آقای مصدق متعلق به عزیز السلطان بوده. خب دوستان گرامی، حالا وقتی که خانم والده آقای مصدق دایر مدار کشور ایران باشد، کلیه دست خطها و همه تقاضاها، تمام انتصابات، خلاصه هرچی بخواهد نکول در آن راه ندارد، آیا در مورد این انتصاب به آقای مصدق در همون زمان به مستوفیگری خراسان درخواست کی بوده؟ خب حالا آیا این طبق قانون بوده؟ دوستان عزیز، این قانون شکن نبوده؟ حق دیگری ضایع نکرده؟ خیلی خوب، این اول بود، این اولین کار ایشون بود. حالا من میام آخرین کار ایشون، البته در وسط صدها قانون شکنی، صدها کار خلاف قانون انجام شده تا آخر عمر ایشون، ولی من میام آخرین ایشونه شرح میدم و بعد البته چیزای در وسط رخ داده فراموش نکردم. دوستان گرامی و عزیز، آقای محمد مصدق در تاریخ دهم برج حوت 1298 شمسی، یادداشت کنید، دهم برج حوت یعنی برج اسفند 1298 شمسی، ببخشید اجازه بدید خوب نوشته نشده، شاید 1297 شمسی باشه، 7 یا 8 درست فرقی نمی کنه، در هر حال در این روز تشریف بردن به اداره سجل احوال، به خط خودشون اظهارنامه ولادت پر کردند، نوشته در این تاریخ، در همین تاریخ که من عرض کردم خدمتتون، اظهار کننده ذیل آقای میرزا محمد خان، سن 39، این 39 رو هم یادداشت کنید، خیابان حشمت دوله، درجه نسبت با اظهار کننده، نوشته خود، دو تا شاهد هم داشته. چون میگم من عین اون اظهارنامه ولادت دارم میخونم، یک شاهد میرزا کاظم خان اهل مسلطنه، یکی هم برادر ناتنی یعنی برادر پدری آقای مصدق، میرزا ابوالحسن خان سقط الدوله، که همون که عرض کردم
حشمت و دوله والا تبار بود. رفتن تو اداره سجل احوال در اون روز 1297 یا 8 شمسی که فرق نمی کنه، آقای مصدق صریحا نوشته اسم میرزا محمد خان، اسم خانواده مصدق، سن 39، منزل خیابان حشمت دوله، خیابان برادرش، محل تولد تهران، دروازه قزوین، تاریخ 1258 شمسی، 1258 شمسی دوستان. این 1258 تاریخ تولد آقای محمد مصدق است و خط خودشون در اداره سجل احوال و شناسنامشون. این قابل تغییر نیست مگر اینکه دادگاه تشکیل بشه و این تغییر بده. بدون حکم دادگاه شخص نمیتونه خودش تغییر بده. اما این آقای محمد مصدق در 1329 شمسی میدونید من از کتاب روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی میخونم. آقای مصدق تشریف انتخاب شدند در این تاریخ روزشمار در سال 1329 شمسی. میگه تاریخ در سال 1329 شمسی در تاریخ 22 فروردین ماه، میگه انجمن نظارت بر انتخابات تهران ابطال آراء لواسانات را اعلام نمود و در نتیجه حائرین اکثریت را به شرح زیر اعلام کرد: یک، دکتر محمد مصدق. حالا شما ببینید در این سال سن مبارک حضرت آقای محمد مصدق از 70 سال بیشتر بوده و این شخص در این روز شده وکیل تهران و این سن غیر قانونی بوده و نگذاشتن به علت اون قدرتی که در اون وقت جبهه ملی داشت، نگذاشتن که این اعتبارنامه در مجلس تصویب بشه. تاریخ بخونید ببینید، دیدند اگر این وکلا تشریف ببرن به مجلس دونه دونه اعتبارنامشون مطرح بشه و رأی داده بشه، اون وقت ممکنه یکی از بین این وکلا و اینها بگن که آقا این 70 سالش بیشتره. شما بخونید تاریخ، قرار گذاشتن که وکلا همراه وارد بشن و بدون بررسی فرد هر 12 نفر قبول کنند و این کار کردند و آقای مصدق از اولین روزی که تو مجلس رفتند کارشون خلاف قانون بود. بعد تا آخر، تا نزدیک آخر عمر هم صداشون در نیومده. اما ایشون وقتی که از یکی از طرفداران جناب آقای محمد مصدق سوال میکنید، میگید که آقا ایشون 70 سال بیشتر داشت و طبق قانون انتخابات اون سال این شخص حق نداشت، فورا میگن آقا این شناسنامش اشتباه بوده، شناسنامش اشتباه بوده و سنش زیاد نوشته شده. این سنش در حقیقت کمتر از این 70 سال هست یا در اون طبق شناسنامه هست. دو
دوستان اعتراف دارن آقای مصدق، وجدان داشته باشید، به علت تعصب کار حرف خلاف قانون قبول نکنید. آقای مصدق آمدن تاریخ تولد خودشون که 1258 بوده، بعدن تصحیح کردن، یه کاغذ نوشتن ایشون در سال شمسی 29 اردیبهشت 1261 متولد شدن، یعنی 1258 نبوده، 1261 بوده، سه سال فلان رو کاغذ خودشون نوشتن به خط خودشون. و این نمیدونم پیش از مرگشون یا بعد از مرگشون منتشر شده، ولی در هر حال سالها بعد از مجلس شورای ملی بوده، سالها بعد از مجلس شورای ملی، بعد از 1300 و بعد از بله فروردین 1329 بوده. در اونجا آقای مصدق نوشتن سال شمسی 29 اردیبهشت 1261 مطابق با 29 اردیبهشت 1344. خب حالا سال میلادی رو هم نوشتن، سال که مطابق با سال میلادی 20 می 1982 مطابق با سال قمری 29 رجب 1299. اما جالب اینه، من نمیخوام وقتتون رو بگیرم، جالب اینه که هیچ کدوم از این تاریخ‌ها با هم مطابقت نداره. یعنی به شما برید اینها رو با تاریخ اصلی مطابقت کنید، ببینید 29 اردیبهشت 1261 مطابق میشه با اون تاریخ ها دیگه که نوشتن با سال میلادی. اون وقت این چرا اینا همه با هم مختلفه؟ یعنی اگر بخوایم تاریخ های صحیح از این 29 اردیبهشت با این 29 اردیبهشت مطابقت کنیم، 5-6 تا تاریخ تولد راشون پیدا میشه. خب بعدش وقتی سوال میکنن آقا چرا این با این اشتباهه و اصلا با زندگی مصدق جور نمیاد، فوراً اون یکی رو میگن قبول کنید، اون یکی میگن آقا به این علت درست نیست، میگن اون یکی رو قبول کنید. آخر این که تاریخ نمیشه. و اگر این نوشته خطی 100% صحیح باشه، دوستان وجدان داشته باشید، 100% خلاف قانونه، باید آقای مصدق پیش از انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی تشریف ببرن دادگاه و دادگاه رأی بده با توجه به مدارک. و اگر آقای مصدق خودشون نوشتن یه قانون شکنیه، اونم کی؟ سالها بعد از وکالتشون، بعد از تمام شدن وکالتشون. خیلی خوب دوستان گرامی، این قانون شکنی ها یک نمونه بود از آغاز زندگی آقای مصدق. دوستان گرامی، حالا بیایید به پایان زندگی مصدق توجه بفرمایید. ایشون بلند شدند و خواستند برند تشریف ببرند و درس بخونند. خب درس خوندن که بسیار هم عالی خوبه، اما ایشون از همون ابتدا خلاف قانون کردند. حالا من عرض کنم خدمتتون، خدمت دوستان عزیز و گرامی،
ایشون یک خصوصیت داشتند. اون خصوصیت همیشه میخواستن مشاغل و امتیازات بزرگ را تحصیل کنند بدون زحمت. در نتیجه بعد از اون که ایشون فرار کردند از تهران، بله دوستان گرامی، ایشون فرار کردند. چرا؟ برای خاطر اینکه در وقتی که محمد علی شاه رئیس به اصطلاح شاه ایران بود، آقای فرمان فرما شدند فرماندار، یا ببخشید میگفتن فرمان روا، حالا میگن استاندار آذربایجان. و در اون وقت مشروط خواهان، انجمنهای مشروطه خیلی قدرت و نفوذ داشتند و اگر محمد علی شاه و فرمان فرما میخواستند با هم نامه مبادله کنند یا تلگراف مبادله کنند، تلگراف کنه ها که دست مامورین انگلیسی بود و پست هم که دست افراد مختلف بود امکان نداشت. در نتیجه آقای محمد مصدق، ببخشید من گفتم از آخر، چون دیدم قبل از اون که موضوع آخر شروع بکنم، منظور تحصیل جعلی آقای مصدق هست، دیدم باید یه مقدماتی عرض کنم و به جهت برگشتم به همون آغاز. آقای محمد مصدق و آقای فرمان فرما با هم قرار گذاشته بودن یه رمز محرمانه و دو نفری بین خودشون تعیین کرده بودند. فرمان فرما تشریف برده بود آذربایجان و از اونجا تلگراف های خودشه برای آقای مصدق مخابره می کرد و مصدق هم پاسخهاش به همون رمز می داد. آقای این پیام ها تعدادشون باید به عرض محمد علی شاه برسه. محمد علی شاه استبداد طلب و اون همه مشروط خواهر اذیت کرد و کشت و زندان کرد و اینها. آقا چجوری به عرض محمد علی شاه میرسوند؟ هر روز صبح با آقای محمد علی شاه جلسه داشت، جلسه محرمانه و اینا رو عرض میکرد. از خاطرات خود مصدق، خاطرات و تعلمات و تقریرات میشه این موضوع دریافت که از صحبتهای صبح خودش با محمد علی شاه هم صحبت میکنه. غیر از او، آقای فرما فرما وقتی که میخواد تلگراف کنه به افراد عادی، اون هم از طریق مصدق مخابره میکنه، اونها هم همینطور از همین طریق مخابره میکنن. آقای محمد مصدق عضو شورای سلطنتی محمد علی شاه بوده. یعنی چه؟ آقای محمد علی شاه آمده مجلس به توپ بسته، و از بین برده، ولی یک مجلس به عنوان مجلس شورای سلطنتی انتخاب کرده و یکی از اعضاش آقای محمد مصدق بوده و این موضوع خود ایشون هم
در خاطرات و تعلماتش اعتراف کرده که ایشون عضو شورای سلطنتی مصدق بوده، میگه و عضو شورای سلطنتی محمد علی شاه بوده. خب دوستان عزیز، بعد خورده مشروط خواهان جلو افتادند، پیروز شدند، داشتن پیروز می شدند. هر روز یک شکستی متوجه محمد علی شاه بود. شما خودتون بذارید جای آقای مصدق، به حرفهای مصدق توجه نکنید، که هر شخصی برای تبرئه خودش دلیل میاره. خب طبعا آقای محمد مصدق هم برای که رفته توی اون مجلس شورای سلطنتی دلیل آورده و من متاسفانه چون یادداشت نمی کنم، در نتیجه بعضی از مطالب باید وقت شما رو بگیرم و براتون، بله اینجا رسیدم بهش. مصدق و عضویت در مجلس شورای کبرای دولتی، الان در صفحه 214 کتاب خودم که نوشتم زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و عقد تابعیت سوئیس براتون میارم، در صفحه 214 این کتاب. بله، در برای این مجلس شورای دولتی میتونید به نوشته آقای احمد کسری مراجعه کنید، تاریخ مشروطیت ایران، جلد 2، احمد کسری، صفحات 826 تا 828، و همچنین به کتاب تاریخ انقلاب مشروطیت ایران و همچنین به نوشته خود آقای مصدق که اعتراف کرده در خاطرات و تعلمات که من در این مجلس عضو بودم. دوستان عزیز، خاطرات و تعلمات مصدق به کوشش ایرج افشار، صفحات 63 و 64. دیگه آیا بیشی تردید کرد که ایشون عضو شورای دولتی نبوده؟ ایشون توضیح دادن که چرا من شدم عضو شورای دو، توضیحات مصدق در مورد عضویتش در مجلس شورای کبرا. میگه اگرچه وقتتونم میگیرم چون اینا کارهای مهم زمان مصدقه که از گفتارهای عادی مردم خارج مونده. میگه مشروطه خاتمه یافت و دوره‌ای که به استبداد صغیر موسوم شد جانشین آن گردید. بودنم در جرگه آزادی خواهان، بودنش در جرگه آزادی خواهان، این دروغ بزرگیست. این باور نکنید، کسی که در جرگه آزادی خواهان باشه هر روز با محمد علی شاه ملاقات نمی کنه، با فرما نماینده نیست. ولی خب بعد از سالهای سال دیگه کسی نیست بره بگه آقا تو در جرگه آزادی خواهان کجا بودی. حالا من به این گفتارش میخونم. در جرگه آزادی خواهان و اطلاعاتی که شاه از نظریاتم داشت، فقط وجدانن دوستان قضاوت کنید، آیا کسی که هر روز با محمد علی شاه صحبت میکنه اخبار آزادی خواهان هم به اطلاعش میرسونه که کی چه کرد، چه کار کرد؟ رفتن پیش محمد علی شاه هر روز نمیشه که اخبار انجمنهای مشروطه ها رو نده. خب حتما میده، ولی بعد از
سالهای سال، نه من میتونم این موضوع ثابت کنم نه شما، اما مصدق میتونه با استفاده از تعصبی که طرفدارانش دارن، تعصب بی دلیل، این قبول کنه بله مصدق گفته من جز آزادی خواه بودم، اطلاعاتی که شاه از نظریاتم داشت سبب شد محلی را در نظر بگیرم تا اگر خواستن مرا دستگیر کنند خود را آنجا مخفی نمایند. برای این کار از خانه میرزا یحیی خان سرخوش، شاعر دانشمند که سالها قبل از مشروطه با من آشنا بود و جایی بهتر نیافتم، چنین قرار شد که اگر مختصری خطری متوجه من بشود خود را با آنجا رسانیده مخفی شدم. دوستان گرامی، یک لحظه تعصب کنار بگذارید، وجدانن قضاوت کنید این شخصی که با این خصوصیات هست، هر روز با محمد علی شاه ملاقات میکنه، پیغام های فرما رو میرسونه، جواب های فرما رو میده به رجال ایران، هر کدوم فرما کاری داشته باشه تلگراف از طریق مصدق میکنه، اونم تلگراف رمز که مصدق کشفشو میکنه. در این مورد اگر خواستید اطلاعات بیشتر کاملتر، زندگی نامه مصدق از تولد تا پایان تحصیلات. و حالا خوب درست میگه، ایشون راست میگه، خونه میرزا یحیی خان سرخوش رو در نظر گرفته، اما خودتون بذارید جای مصدق استبداد طلب و عضو شورای کبرای سلطنتی. کسی که عضو شورای کبرای سلطنتیه، کی در سر تا سر تهران فکر میکنه آزادی خواهه؟ خب پس ایشون رفته در نظر گرفته، ولی از ترس مشروط خواهان که اگر پیروز شدن جای داشته باشه بره مخفی بشه. اما دوستان گرامی، آقای مصدق و آقای فرمان فرما افرادی نیستند که بالاخره از کارهاشون سوء استفاده نکنند. محمد علی شاه هر کار که در زندگی میکرده، هر کار که در زندگی کرده برای پول بوده، هر انتصابی که انجام داده، دوستان عزیز، هر انتصابی که انجام داده از اون شخصی که گذاشته پول گرفته. یکی از این کسان پول بهش نداد، اون فرمانده چیز بود، قشقایی بود، رئیس قشقایی، حالا ممکنه اسمش ادا کنم شاید اشتباه بگم، اون رئیس فرما پول انتصابش نداد، به ایلخانی منتصبش نکرد، حتی اینه در کتاب تاریخ ایران تألیف جنرال سر پرسی سایکس، ترجمه سید محمد تقی فخری گیلانی، میتونید بخونید. اون مخالف شد، دشمن شد، اون آقای رئیس قشقایی، ببخشید ممکنه قبلا اشتباه، قشقایی، و سالها با انگلیس جنگ کرد، بالاخره مصدق رفت به صلحشون داد و آشتیشون داد، ولی قبل از او حالا مصدق و فرمان فرما چه سوء استفاده‌ای کردند، چه فایده‌ای کردند از این کاری که انجام دادند. حالا من اجازه بدید اسم صحیح این آقا سلطان دوله بود یا کسیدهی این براتون پیدا کنم که این ناقص نباشه، حالا اگر پیدا نکردم، رئیس قشقایی ها بود، ایلخانی بود، اما مصدق
حق حساب خواست و نداد، در نتیجه یاغی شد. و این در کتاب این آقای که عرض کردم جنرال سر پرسی ساکس کاملا شرحش وجود داره. و شاید این گردش من هم مخالف میل شما باشه و بگید که مهم نیست و صرف نظر کنی یا کار ندارم. خب حالا سوء استفاده چی بود؟ شما دوستان گرامی میدونید که در تبریز چند کاخ سلطنتی وجود داشت که ولی عهدهای قاجار حداقل از زمان ناصرالدین شاه در اونجا زندگی می کردند و در این کاخ ها انواع اشیاء قیمتی وجود داشت، انواع اشیاء عتیقه گران قیمت بی نظیر وجود داشت، از پرده و مبل های اون زمان، قالی های اون زمان، هر شیی که در اونجا بود شیی بود شی سلطنتی. اما این آقای مصدق و آقای فرمان فرما آمدند، یعنی مصدق دلال شد و تمام این اشیاء کاخار با یک قیمت بسیار ارزان فروخت به آقای فرمان فرما، یعنی مصدق دلال. دلالیش البته از فرمان فرما گرفت، قیمتش هم نمیدونیم که رضا چون در اینجا مولید مصدق نمانگیر خب حالا این شرحشه براتون بیشتر میخونم از کتاب فرمان فرما هست که و امیدوارم یه دفعه دیگر این مورد صحبت کردم بیشتر اینها رو قبلا بیشتر آماده کنم و هر روزم میگم و قبلا هم آماده میکردم ولی در اینجا فرصت نیست. حالا به هر جهت آقای محمد علی شاه در آن زمان میدونید برای کشتن و کشتن مشروطه خواها، مبارزه با مشروطه خواها پول میخواست، چیزی که نداشت پول بود، پول. و مصدق و آقای فرمان فرما از این فقر و ضعف محمد علی شاه به علت بی پولی سوء استفاده کرد. اشیاء قیمتی، تمام اشیاء کاخهای سلطنتی تبریز فروخت به آقای فرمان فرما، حکمشم آقای محمد علی شاه به اسم توسط مصدق برای فرمان فرما فرستاد و در او ذکر کرده که آقای فرمان فرما، حالا این نامش هست براتون باید بخونم، که آقای فرمان فرما لازم نبود پولی برای من بدهید و حالا که دادید خیلی ممنونم، تمام اساسیه کاخهای سلطنتی رو برای شما دادم. یه چند تا کتاب هست دوستان
مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمان فرما 1325 تا 1340، اینها رو منصوره اتحادیه نظام مافی همراه با کمک سیروس سعدوندیان نوشته. در مورد این لیست این ها و این نام ها و این ها، یکی از کتاب هایی که در این مورد نوشته شده، باز کتاب دیگه هست که زندگی نامه عبدالحسین میرزا فرمان فرماست، نوشته مهر ماه فرمان فرمایان جلد اول و جلد دوم، در اینها شرح حال فرمان فرماست که و در این مورد به آقای فرمان فرما به مباشرش در تبریز گفته زودتر اینا رو بفرست چون ممکنه مشتری پیدا بشه، بسته‌بندی کن اشیا عتیقه آنتیکه، این کار بکن اون کار بکن، و این اسنادی که من گفتم تو خاطرات مصدق نیست، توی این کتاب هاییست که از فرمان فرما باقی مانده. دوستان عزیز، این بود یک مقداری از کارها، از سوء استفاده مصدق که میگن اهل سوء استفاده نبوده، و سوء استفاده کلان، یعنی حق دلالی کلان. حالا بعد از این خرید اشیا که در زمان محمد علی شاه بوده، میرسیم به زمان مشروطه، به زمان بله به همون زمان محمد علی شاه. ایشون میخواستن وکیل مجلس شورای ملی هم بشوند. در اون زمان دوستان گرامی انتخابات مجلس شاهزاده ای بود، یعنی طبقه بعد طبقه بود، یک تعدادی شاهزاده ها بودند و تعدادی گروه های دیگه، و اصفهان هم تعدادی نماینده داشت که باید طبق اون انتخابات انجام بشه. اما اون انتخابات بسیار نابخردانه نوشته شده بود، برای خاطری فکر نکرده بودند در شهری که شاهزاده نیست یا شاهزاده نداره چطوری این اعزار بین شاهزاده ها انتخاب کنند. در اصفهان حیران شده بودند که این همه شهر، این همه شهرهای بزرگ و کوچک و روستا، حالا چطوری در این شهرها برای شاهزاده ها رأی بگیرن. حالا مثلا سمنان، نمیدونم، شهرهای بسیار، اصفهان خیلی بزرگ بوده و سایر شهرها، اینها باید هر شهری بگی من کدوم شاهزاده رو میخوام و بعد بیایند بین این همه شهر انتخاب کنن. یا اگر شهری شاهزاده نداشت چه کار باید بکنن؟ اون یک ششمش که متعلق به شاهزاده ها هست چه کار بکنن؟ ولی اصفهان اومد دید نمیتونه این انتخابات انجام بده، اومد با موافقت مشروط خواه کار خودش ساده کرد، گفت این انتخاباتی که من باید انجام بدم این قدر از هر شهر انتخاب کنم، این انتخاباتی باید انجام کنم تقسیم میکنم بین شهرهای اصفهان، هر شهری به اندازه‌ای که سهمش میشه انتخاب میکنم. اونم دیگه معمولا رأی نمیگرفتن، اون فرماندار اون اینها رأی مینوشتن که بله فلان کس انتخاب شد، مجلس هم میگفت خیلی خوب مبارک است، مجلس انتخاب میشد. آقای مصدق در اون وقت به فکر انتخابات نیفتاد، در نتیجه انتخابات اصفهان تمام شد. یک شهر
باقی بود. بله، حالا در اجازه اگر وقت نیسته حالا یه خورده خواسته باشید بیشتر براتون شهر بدم. در اون وقت انتخابات تهران نامفهومی بسیار داشت، اینقدر نامفهوم بود که خود سنی و دوله در کتاب خاطرات و خطرات مخبر و سلطنه صفحه 142 و 141 در مورد انتخابات میگه سریع و دوله محتشم و سلطنه مشیر المرد مؤتمن المرد و نگارنده یعنی مخبر و سلطنه معین شدیم نظامنامه انتخابات را بنویسیم. نظامنامه به دستخط رسید به نیر و دوله، نیر و دوله یادتون باشه حاکم تهران، داده شد که اجرا کند. هی هفته گذشت اقدامی نشد. شاه در دوشان تپه است، من به دوشان تپه رفتم، مشیر البشت را ملاقات کردم، گفتم چه شد؟ گفت حاکم نظامنامه را نمی فهمد، یعنی دایر دوله. گفتم چه خواهید کرد؟ گفت حاشیه خواهم نوشت. پس مشیر المرد یعنی مشیر دوله بعدی گفته حاشیه می نویسم. میگه من گفتم اگر نظامنامه را هم اگر نظامنامه را نمی فهمد حاشیه را هم نخواهد فهمید. ماند معطل. گفتم من حاشیه کناری می نشینم توضیحات می دم. گفت می کنی؟ گفتم بلی. بر این قرار گرفت. خب رفته اوجا خودش هر چی دلش خواست داده. حاکم تهران و سایر ماموران دارالخلافه نظامنامه را نفهمیدند. خب در ایالات هم همینطور. بعد یکی از کسانی که شخصا در تدوین این نظامنامه دست داشت و میتوان وی را عالی ترین شخصیت در بین تدوین کنندگان به حساب آورد سنی و دوله بود که به عنوان اولین رئیس مجلس شورای ملی نیز انتخاب شد. این شخص در روز سه‌شنبه 4 صفر 1325 مطابق با 28 اسفند 1285 19 مارس 1907 که دار من مطابقت کردم در سمت ریاست مجلس چنین گفت، در عنوان رئیس مجلس گفته غیر از اهالی آذربایجان که به ترتیب صحیح انتخاب وکلای خود را نموده و با احترام روانه کردند سایر ولایات نفهمیدند و اغراض و سابقه خودشان را در این مورد بروز دادند، مثل قزوین، کرمانشاه و غیره. در مورد آذربایجان هم میگه فهمیدند اون آذربایجانه که زبان آذری داره نیست، اون هم مانند دیگران نظامنامه فارسی نوشته را نفهمیده. اما انجمنی داشته قدرتمند، انجمن نظارت انجمن آذربایجان نشسته و وکلا را انتخاب کرده و فرستاده به تهران. حالا شما تصور کنید که اینها چجوری میشه شاهزادگان قاجار را انتخاب کنند و دیگران انتخاب کنند و اینها. در یک جا هم که نفهمیدند اصفهان بود. اصفهان اومدند تقسیم کردند وکلار بین شهرهاره، یعنی اومدند گفتند در اصفهان
وکلا اونا که رفتن به مجلس، قم بود انتخاب شد، کاشان بود انتخاب شد، یزد بود انتخاب شد، نتنز بود انتخاب شد، دیگه کاری به شاهزاده و غیر شاهزاده و اینا نداشتن. یک جا باقی بود با یک نماینده، او ساوه بود. شهر ساوه بدون وکیل باقی مونده بود که قرار بود وکیل دوازدهم اصفهان 12 تا وکیل داشت از اونجا انتخاب بشه، اما آقای مصدق به فکر وکالت افتاد. مدتی بعد از تشکیل مجلس شورای ملی، حالا به خیلی که وکالت افتاده میخواد از اصفهان وکیل بشه، از کجا باید وکیل بشه؟ از ساوه دیگه. اما فرماندار آذربایجان در اینجا همون فرماندار تهران بوده، نایل الدوله، که ایشون حاکم نیشابور بوده قبلا در زمان مصوفی گری خراسان، و با هم بالاخره اون پولای گرفته شده از کشاورزان وقت تقسیم سهم داشتن برای دولت کمتر میفرستادن تقسیم میکردن. در نتیجه روی مصدق با نایر و دوله باز بوده در سوء استفاده. حالا مصدق رفته پیش آقای نایر و دوله، گفته من میخوام از اصفهان وکیل بشم. خب اصلا تمام این کارهایی که در اصفهان شده و او 11 نفری که از شهرهای مختلف انتخاب شدند و این که فقط ساوه باقی مونده رو همه رو صرف نظر کردن، آقای نایر و دوله بدون این که انتخاباتی انجام بده ورداشته، نوشته آقای محمد مصدق به عنوان وکیل اعیان. آقا کدو اعیان؟ اعیان وکیلی ندارند، ولی برای مصدق فرق نمی کرد. ایشون قانون شکن بود برای سوء استفاده، شد وکیل اعیان. در اون وقت رسم بود می اومد خب مجلس شورای ملی که همه اینا که انتخاب می شدن نمی شناخت، می اومدن تو مجلس می گفتند آقا وکیل شیراز هم انتخاب شد، آقای فلان. اگر آقای فلان نمی گفتن، می گفتن وکیل شیراز انتخاب شد، وکلا که نمی شناختن چی می گفتن؟ می گفتن مبارک است. آقای مصدق از همین روش میاد سوء استفاده می کنه، سوء استفاده. میایه دست به فرمان به نایر و دوله میگه که بدون انتخابات همچین نامه بنویس که مصدق وکیل اعیان شده. حال مصدق انواع نواقص داشته، اهل اصفهان نبوده، ساکن اصفهان نبوده، شهرت در اصفهان نداشته، اما اینا همه کارهای خلاف قانون، و اصلا وکیل اصفهان اعیان نداشته. اینا همه نایر و دوله میذار کنار، بعد میاین در مجلس مطرح میکنن محرمانه، یعنی فرماندار که یکی از اعضای انجمن آدمیت بوده، احتشام السلطنه، طرفدار مصدق بوده، هر دوتاشون در انجمن آدمیت نسبت داشتن، عضویت داشتن. این آقای احتشام السلطنه یه روز در مجلس مطرح میکنه، میگه آقا یک نفر از اصفهان معرفی شده، اسمم نمیبره، همه میشناختن مصدقه، چون هر روز شرکت میکرد به اسم خواهرزاده فرما فرما و مشهور بود که طرفدار محمد علی شاهه. خب آقا یه نفر اسم نمیبرن. چرا اسم نمیبرن؟ برای که اگر اسم میبردن مشروط خواهان مجلس مخالفت میکردند. اسم نمیبرن، فقط میگن که یک نفر از اصفهان انتخاب شده، برید
صورت جلسات مجلس دوره اول بخونید. خب در این وقت یک نفر بلند میشه به اسم آقای سید حسن تقی‌زاده، مخالفت میکنه، میگه آقا بعد از افتتاح مجلس اونایی که اومدن انتخاب شدن یا نشدن، 30 ساله بودن یا 40 ساله، شاهزاده بودن یا نبودن، اونها قبل از افتتاح مجلس بوده، در نتیجه اگر یه نفرم کمتر از 30 سال انتخاب شده، پسر رئیس ایل قاجار قبل کمتر از 30 سال داشته، ولی اومده همراه دیگران که انتخاب شده بودن، در اون وقت همه اینهایی که انتخاب شده بودن دیگه پروندهشون لازم نبوده در مجلس مطرح بشه، همه یک جا شدن نماینده دوره اول پرونده. بعد در اون وقت بعد از او قانونی درست شده که باید پرونده در مجلس مطرح بشه و بره به کمیسیون مجلس شورای ملی. وقتی پرونده آقای مصدق معرفی می کنند، آقای سید حسن تقی‌زاده می دونسته که این شخص طرفدار محمد علی شاه تقی‌زاده هم که می دونیم خب ظاهرن مشروطه‌خواه بوده و فراماسونر بوده، اون بعدن می دونیم. حالا این شخص میشه تا که میگن یه نفر انتخاب شده، آقای تقی‌زاده میگه با طبق قانون انتخابات، قانون مجلس شورای ملی، این شخص باید بره به کمیسیون، به کمیسیون بررسی و اینها، و میره به کمیسیون. حالا اجازه بدید انتخاب ایشون از مجلس طبق در خاطرات خودش. ببینید میگه انتخاب من از اصفهان برای وکالت مجلس روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوقی نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس شدم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن 30 سال بود. من نیز به فکر وکالت افتادم و چون بعد از بعدش میگه و چون ببخشید، ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از 30 سال به تصویب رسید، من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در تهران محلی برای انتخابم نبود، به جهات ذیل داوطلب نمایندگی از اصفهان شدم. این شخص دروغ میگه. دروغش اینه که اون وقتی که اونها انتخاب شدند هنوز مقرراتی وجود نداشته، بعد از اون هیچ کس کمتر از سن 30 سال انتخاب نشده. اما دلایل انتخاب خودش ایشون میگه از همون صفحه 58 کتابشون میگه دلایل داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم: یک، از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود. دوستان عزیز، از هیچ یک از طبقات ششگانه به صورتی که در قانون هست کسی انتخاب نشده بوده. طبقه اعیان هیچی، طبقات شاهزادگان هم هیچی، از هیچ کدوم همه خالی بوده، ولی فقط شهر سمنان بی وکیل بوده، کار نداریم. پس این دروغه. دوم،
همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت، موسوم به کاج و خاتون آباد، که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا شدم. ای طرفداران مصدق، وجدان داشته باشید. یک شخصی میخواد وکیل بشه، آیا به دلیل این که همسرش در اصفهان دو ملک موروثی داشته این میشتونه کاندید بشه؟ خب بعد شاهزاده سلطان میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سالها در نیشابور حکومت میکرد و با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت. این راست میگه، چون حاکم های شهرها و مستوفیان اون سوء استفاده ها رو با هم میخوردند، درسته روشون به هم باز. اما آیا این هم وقتی شاهزاده ها باش دوست باشن دلیلی میشه یه شخص از یه شهر وکیل بشه؟ دوستان دیگری هم در تهران داشتند که میتوانستند به من کمک کنند. خب اما آمده و چطور شد؟ آمدند مخالفت کرد تقی‌زاده، رفت کمیسیون مجلس. اینا رو باز مصدق نمیگی که مخالفت تقی‌زاده و اینا، ولی میدونید با کسانی که مخالفت کردن به سختی دشمن شده بود. حالا میگه دوستان دیگری هم در تهران داشتم که میتوانستن به من بسیار کمک کنن، ولی غافل از این که در آن دوره نیز مانند ادوار بعد اعتبارنامه ها که قبل از رسمی شدن مجلس، ببینید اعتراف، اعتبارنامه هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد و بدون اعتراض گذشت، اعتبارنامه من که میخواست مطرح شود در شعبه مورد بر شعبه معمول به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت. باز نمیگه در مجلس مخالفت شد، رفت به شورا. حال میگه میرزا جواد خان مؤتمن الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ وفات مرحوم مرتضی قلی خان وکیل الملک والی کرمان و شوهر اولم را میدانست، چنین استدلال نمود: اگر مادرم بلافاصله پس از 4 ماه و 10 روز عده قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم 9 ماه بعد از آن تاریخ متولد شده بودم، 30 سال نداشتم. خیلی خوب، حالا ببینید مصدق با چه کوششی، با چه علاقه رفت و وکیل شد و اومدند بهش حاکم اصفهان و دیگران رأی علاقمند شدند و به اصطلاح رأی دادند. حالا از اون وقت به بعد در این کتاب آقای مصدق عکس قبر پدر شوهر مادرش هم ذکر کرده که تاریخ فوتش هست 18 جمادی الثانیه 1298. حالا این بعد میگه، حالا تمام حرفاش درست، قبل از اون رسمیت یافتن مجلس هم تعداد کمتر از 30 سال انتخاب شدن. آیا این دلیل هست که بعد از اون که قانونی درست شده 30 سال انتخاب شدن؟ آیا این دلالی که میاره که مادرش 2 تا ملک داشت، کسانی که میگیدی قانون مند بود، حق حساب سرش میشد شد، حق دیگران ضایع نمیکرد، این حق نماینده سابه بود. خب اومده میگی که بله، به همان دلیل که مؤتمن الملک ثابت کرده بود 30 سال نداشتم. خیلی خوب، حالا این شخص
قبل ما فکر میکنیم که یا تصور میکنیم یا قبول میکنیم که ایشون در زمان انتخاب مجلس هم کمتر از 70 سال داشته، ولی دوستان قانونی در آن وقت در مجلس داشتیم، قانون انتخابات در 1329. حالا اگر که سن مصدی در اون وقت قبول کردن 30 سال نداره، ولی در این زمان آقای مصدق خودش بیای بگی که سن من فلانه، آیا طبق قانون قبوله؟ نه. ولی طرفدارای مصدق چی میگن؟ فوراً تا که میگن آقای 70 سالش بیشتر بود، فوراً میگن آقای با خط خودش نوشته فلان. خب دوستان عزیز، باز من امروز پرحرفی کردم، ولی خیلی 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 حرف دارم. ایشون ده ها مورد از همون ابتدای زندگی تا آخر زندگی، ابتدای زندگی اون مصوفیگری خراسان، انتهای زندگی اون انتخابا، اون وکالت دوره 16 مجلس بیش از 70 سالگی، همه اینها خلاف قانون هست. دوستان عزیز، من وقتی بخوام کارهای خلاف قانون ایشون شرح بدم، یکی دوتا نیست، و که اگر که یک حسابی بود و کسی نمی ترسید از طرفداران متعصب مصدق، اون وقت خیلی چیزا داشتم. ایشون وقتی که تحصیلش در سوئیس تمام شده، حالا کار نداریم، ایشون این همه ادعا میکرد دکترای فلان هستن، دکتراشون جعلیه، 2 سال هم کشکی نمره گرفتن، 2 سال. حالا اون در مورد تحصیلشون من بعدا صحبت میکنم، ولی در هر حال ایشون تبعیت به سوئیس گرفتند، تابع سوئیس شدند، آمدند ایران، ولی تا روزی که مردند هیچ کس آگاه نبود که ایشون تابعیت سوئیس دارن. ایشون در دوره 5 و 6 نماینده مجلس بودند و از قوانین خوب اطلاع داشتند. قانونی درست شده الان در مجموعه قوانین اساسی و مدنی، هر کس مجموعه قانون اساسی همین جمهوری اسلامی هم داره میتون مراجعه کنه، چون این قانونی که من میگم از 1309 مورد اجرا بوده و تا بعد از محمد رضا شاه پهلوی و حتی در زمان این قانون، در زمان جمهوری اسلامی. ماده 289 قانون مدنی میگه هر تبعه ایرانی، من الان دارم از مجموعه قوانین میخونم، هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد، تبعیت خارجی او که انلم یکن بوده، تابعیت خارجیش که انلم یکن بوده و تبعی ایران شناخته می شود، ولی رو من 3 دفعه خوندم تو کتاب نیست، در این حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی العموم محل به فروش میرسد و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی، یعنی شهر، انجمنهای شهر و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.
این ماده 289 میتونید الان هم توی گوگل بزنید و در قوانین بخونید. خب دوستان گرامی، حالا بیایید ای طرفداران بی‌منطق و متعصب مصدق، یک لحظه موافق قانون باشید. فکر کنید آقای مصدق اون همه وکالت مجلس بوده، کار نداریم در اون زمان، آیا قبل از 1309 بود یا بعد، ولی دوره 14 ایشون وکیل بوده، ایشون حق نداشته وکیل بشه. ایشون بوده دوره 14 و دوره 16. دوستان ایشون شده نخست وزیر، این نخست وزیریش غیر قانونیه طبق ماده 989 قانون مدنی. ایشون در این دوره اختیارات تام گرفته که او اختیارات تامشون هم غیر قانونیه و ده ها لایحه شخصا تصویب کرده. کسی که خودش غیر قانونی باشه لوایحش هم غیر قانونیه. دوستان بیاید یه خورده تعصب بذارید کنار. این آقای دکتر گیلک هیچ منطق نداشته در مقالش، بخونید. این میراث ایران دوستان عزیز شماره 80 در اینترنت هست، مقاله ایشون هم در اینترنت هست، بخونید ببینید این مقاله یک ذره منطق داره. دوستان گرامی، من یک صدم حرفایی که مربوط به مصدق هست هنوز نزدم، اگر فرصت شد در آینده خواهم زد، اگرم فرصت نشد که از قدیم گفتند ای بسا آرزو که خاک شده است. فقط خواهش میکنم ای کسانی که این حرفای من قبول کردید، وجدانن وظیفه دارید این اطلاعات به دیگران بدید. از خواهش میکنم به رادیوی ایران هستون جناب آقای توکلی ایمیل کنید، نامه بفرستید که این گفتار منه برای شما ایمیل کنند. حتما امیدوارم و حتما اطمینان دارم که آقای توکلی این کار انجام بدن و میدونم انجام میدن. و همچنین از کسی که رئیس رادیوی سوئد هست به همین ترتیب، و همچنین از جناب آقای مهرداد صدری که تشکر میکنم ازشون، خواهش میکنم این سخ گفتار منه به هر کس که میدونن و ایمیلش دارند ایمیل کنن. و این مقدمه صدها مورد خلاف قانون آقای مصدقه که براتون امیدوارم فرصت باشه شرح بدم، و مخصوصا با آقای به پرشیان هریتیج میراث ایران بفرستید این صحبت منه، و از آقای شاهرخ احکامی بخواهید که خلاصه ای از گفتار من در مجلشون چاپ کنن، و اگر ایمیل آقای دکتر دیلک را هم دارید بفرستید ببینید آیا ایشون با اون تعصب عجیبی دارن، آیا امکان داره اگر هزارها مورد از تخلفات و خلاف قانونهای آقای مصدق براشون شهر بدم یکی ره بگم قبوله. همچین امکانی من فکر نمی کنم. دوستان با تشکر از همه دوستان، بعد من به عرایض خودم خاتمه میدم، چون باری که نمیخواستم زیاد صحبت کنم، یک ساعت نمیخواستم صحبت کنم، یک ساعت و نیم درست شده. از همه تون خداحافظی میکنم، بدرود میگم، خداحافظ تا دفعه دیگر. خداحافظ، بدرود.
بدرود، بسیار سپاسگزارم. پاینده ایران، خدا نگهدار. بله، پاینده ایران. ای خنده ایران، ملی وطن من، I'm